بالله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. بینندگان عزیز، علاقمندان درس تجوید قرآن کریم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلسله دروس قبلی در درس 19 هم قرار داریم که در بخش نظری صفات غیر متضاد به شما شرح می کنیم، چون در درس گذشته صفات متضاد تشریح شد. در این درس البته صفات غیر متضاد هم در بخش نظری و هم در بخش عملی کوشش میکنیم که تطبیقی هم به شما کار کنیم. در بخش عملی سوره مبارکه اللیل قرائت میشه با ترجمه و بعدا انشاءالله که به شما به شکل تطبیقی، قبلا هم گفتیم صفات غیر متضاد کوشش میکنیم که مثل درس گذشته که صفات متضاد تشریح شده بود، این شکل صفات غیر متضادم تطبیق میکنیم. امیدوارستون برنامه را از ابتدا تا به انتها بیننده باشین. آغاز میکنیم به بخش نظری که صفات غیر متضاد. ببینین صفات غیر متضاد 7 صفت است که قبلا در تقسیم بندی هم گفته بودیم صفات به دو قسم تقسیم میشه: صفات متضاد و غیر متضاد. متضاد که هر صفت در برابرش ضد داره، غیر متضاد که ضد نداره. اولا صفت صفیر، صفیر که 3 حرف داره: صاد، سین، زای، قلقله. حروفش از قطب و جد، یعنی قاف، تا، با، جیم، دال، لین. 2 حرف داره: واو و یا، که اونجا یک اشاره هم شده ای واو ساکن باشه ما قبل مفتوح، یا ساکن باشه ما قبل فتح مفتوح، یعنی زبر باشه. و تفشی که 1 حرف داره: شین، انحراف. 2 حرف داره: لام و را. تکریر که 1 حرف داره: حرف را. و استطالت که حرف داد است. این 7 صفت شد. ببینین صفیر 1، صفیر، قلقله، لین، تفشی، انحراف، تکریر و استطالت. این صفات غیر متضاد به شما تشریح کردیم. حال مهم هر کدام به شما جدا تشریح میکنیم. ببینید در صفیر که خود در لغت هم به معنای تیزی است، یا در کتابان هاشه میگه که آوازی است، صفیر که مشابه به آواز پرنده است. در اصل اصلا در عربی مشبلاق هم صفاره میگن، آواز تیز است. خب در اصطلاح چی است صفیر؟ از صفیر هو حدت فی صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق وحروفه 3 الصاد والسين والزاي. صفير عبارة عن تيزي در صوت است، حدة في صوت الحرف. این نشأت میگیره از چی؟ از مرور از در یک جای در مجرای بسیار تنگ، في مجرى ضيق. حروف از سی صاد، سین، زاي، که صاد میگن در وقت ادایش آواز مثل آواز مرغابی باشه، اس اس، و در سین مثل آواز گنجش که عصفور در عربی میگن، و یا مانند آواز ملخ. میشه بعضی آواز ملخ شنیده باشه. در سین و صفیرش مشابه به آواز ملخ یا گنجشک. زی یا حرف زی که میگیم شما، ای هم صفیرش مثل آواز زنبور عسل میشه. زنبور مگه چند زنبور یک جای شده باز آدم آوازش تفکیک بتانه، یا یک زنبور مثلا میشه آواز شنیده شده. خب یعنی در وقت ادای صفیر زای باید متوجه باشین اونم قسم یک آواز باشه. ببینین اس اس از از حرف ز. یه بود تشریح صفیر. توجه کنید به قلقله. قلقله چی است؟ قلقله اصلش اصلا لغتا تحرک و اضطراب میگن، جنبش و تحرک میگن. اما در اصطلاح اخراج الحرف المقلقل حالت سکونه بالتباعد بین طرفی عضو النطق دون ان یصاحبه شائبه حرکت من الحرکات الثلاث.
مفهوم از این است که امو جنبش یا تحرک در وقت قلقله است، این به معنای از این است که این مطلقا باز به حرکات هم این ادا شوه متحرک شد. متحرک منظور نیست، فقط جنبش تحرک، یکی میل است به حرکات کو بحث است. بعض علماء الى الفتح مطلقا میگه به طرف فتحه باشه یا حرف مقابل دیده شد کدام حرکت داره، اما متحرک نشه. اینجا هم گفته شده که حروف القلقله خمسه یجمعها قطب و جد، که پیشتر ما اینا حروف تشریح کرده بودیم. مراتب قلقله هم که دو مرتبه داره، للقلقله مرتبتان کبرا عند الوقف على الحرف المقلقل، وقتی که بالای حرف مقلقل وقف میشه کبراست. مثلا الفلق، محیط، کسب، بهیج، احد، صغرا چی هست؟ عندما يكون الحرف المقلقل وسط الكلمه او الكلام، در وسط کلمه یا کلام، به این معنی که در وسط کلمه خو معمولا وقف نمیشه. منظور است که موقوف علیه واقع شه او کبراست، اگر موقوف علیه واقع نشه صغراست. مثلا یقضی، یطعم، یبصرون، تجعلونها یدخلون، لینفق ذو سعه. ببینیم لینفق آخر کلمه است، اما چون در وسط کلام اومده این هم صغراست. فانصب و الى، اگر وصل میگیم، اگر در فانصب وقف کردیم باز کبرا میشه. یا قد افلح المؤمنون، قد آخر کلمه هم است، چون وسط کلام شده اینجا وصل میکنیم، این قلقله صغراست. بعضی خطاها در وقت ادای قلقله را توجه کنین، اخطاء تحدث عند اداء القلقله، بعضی خطاها است. خلط صوتها بحركه من الحركات الثلاث، که پیشتر هم گفتیم این صوتش به حسی حرکت ضمه، فتحه، کسره خلط نشه. مثلا یبصرون نشه، یبصرون بعضی میگم میخوان مکسور میخوانن. ختم صوتها بالهمزه، بعضی قلقله قسمی ادا میکنه که باز همزه در آخر صوت قلقله همزه پیدا میشه. یا مد صوتها و تطویله عن حده، قلقله هم در او زیاد مبالغه کردن و از حدش زیاد ساختن. درجات قلقله را توجه کنین، سه درجه داره، اقوا، اوسط، ادنا. اقوا چی است؟ حروف مشدد موقوف علیه واقع شه، مثلا الحق. اوسط وقتی که حرف ساکن باشه موقوف علیه، مثلا محیط. ادنا حرف ساکن باشه غیر الموقوف علیه باشه، مثلا یا قدر، یا قدر. در اینجا قلقله در درجه ادنا است. دوم، سوم، صفت لین از غیر متضاد. لین چی است؟ لین نرمی را اصلا میگم، و در اصطلاح صفت اطلقت على الواو والیاء الساکنتین المفتوح ما قبلهما بسبب سهولت جریهما فی المخرج. ای صفت لین هم با واو یا ساکنین که ساکن باشه، ساکنتین که ساکن باشه، ما قبلش مفتوح باشه، به سبب سهولت مجریان از یا در مخرج بسیار آسان ادا میشه، به مخاطر رخ لین میگن. واو ساکن باشه یا ساکن باشه، ما قبلشون مفتوح، مثل خوف، قوم، البیت، قریش. ای هم صفت لین بود. انحراف اصلا در لغت هم به معنای انحراف است، یا انحراف لام مثال آورده، اصلا لام را که تصویر دیگه هم با شما حرف را را میبینید. انحراف به معنای چی است؟ هو میل صوت الحرف لعدم کمال جریانه بسبب اعتراض اللسان طریقه. انحراف عبارت از میل صوت است به خاطر عدم کمال جریان، به سبب اعتراض زبان از طریقش، یعنی این تمایل میکنه. مثلا در حرف لام ببینن که تمایل میشه به طرف لسان، در حرف را به پشت زبان. اینجا لام هم در تصویر نشان داده. و یک الفرق بین انحراف اللام و را، گفته یکون انحراف صوت اللام الى جانبه طرف لسان، و را چی گفته؟ اما را فبالعکس، ينحرف الصوت بها من جانبي طرف اللسان الى وسطه. اینجا یک فرق بین انحراف لام و را گفتن. ها
خب دوستو عزیز، صفت دیگه تکریر است. تکریرم که معنای لغویش چی است؟ اعاده شی بعد مره، یک چیز بعد از یک بار تکرار کردن شی را تکریر میگه. در اصطلاح اون تکریر که تکرار ما میگیم، معنای اصطلاحش چی است؟ هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفیا نتیجه ضیق مخرجها. عبارت از ارتعاد، یعنی لرزه سر نوک زبان به حرف را، بسیار یک لرزه خفی که به صاحب چی همو ضیق مخرج یا همو تنگی مخرج. باز اینجا گفته که ولیحذر القارئ من المبالغه فی التکریر المؤدی الی ظهور اکثر من راء. اینجا قاری باید حذر کنه از اینکه مبالغه و تکریر کنه. اگر مبالغه کرد باز اکثر از یک را چندین را تولید میشه، که امام ابن جزی رحمه الله میگه که و اخف تکریرن اذا تشدد، و تکریرم باید تکریرش اخفا شوه. این دو حالا داره، اگه اخفا شوه خوب، اگر اظهار شوه را مکرر ادا میشه چندین را از رای مشدد، چندین را از رای ساکن، دو را، و یا حسر مطرعات هم نشه، مبالغه در اخفای تکریر هم نکنه، که باز به حسر مطرعات میره، مثل که در عیوب قرار به اشاره کرده بودیم. این ادا میکنین را ار به این قسم، یعنی ار زیاد نشه، که باز چندین را تولید میشه. تفشی خودش در لغت به معنی انتشار و انبساط است. در اصطلاح هم انتشار صوت شین من مخرجه حتی یصطدم بالاسنان العليا، انتشار صوت است از مخرجش تا که به دندانه ثانی العلیای تصادم کنه. اما میگیم شین اش ببینین، اما پخش شدن یا انتشار هوا در دهنه. استطالت که صفت اخیر صفات غیر متضاد است، استطالت هم از طول گرفته شده. در اصطلاح باز منظور چیست؟ که یا اندفاع اللسان من مؤخرت الفم الى مقدمته حتی یلامس رأس اللسان اصول ثنیتین العلیین و ذلك تحت تأثیر الهواء المضغوط خلف اللسان. مفهومش براتون میگم، چون وقت بخش نظری ما کم است، همکارای تکنیکی ما اشاره کردم که در خود استطالت اما طولی که وجود داره امتداد صوت از اول مخرج تا آخر مخرج است. طویل ترین مخارج هم خود حرف داد است، بنا نمی طول امتداد صوت در وقت ادای حرف دادی را استطالت میگن. از این که وقت پوره است زیادتر تشریح کردن نمیتونیم، فقط داد ادا میکنم براتون. آب یعنی خود یک امتداد صوت در وقت ادای دادی را استطالت میگن. بعد از یک وقفه باز هم در خدمت قرار میگیریم در بخش عملی، که در جریان وقفه شما سوره مبارکه اللیل تلاوتا و ترجمتا استماع میکنین انشاءالله. بعد انشاءالله باز هم در خدمت قرار میگیریم. في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه میبرم با الله از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و بی نهایت مهربان. و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر والانثى. قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند، و قسم به روز هنگامی که روشن و فروزان گردد، و قسم به آن کس که جنس مذکر و مؤنث را آفرید. و ما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا.
و قسم به آن کس که جنس مذکر و مؤنث را آفرید که سعی و تلاش شما مختلف است، یعنی برخی بر صلاح و برخی بر فساد می کوشید. فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنى فسنیسره لیسرا. اما آن کس که در راه الله انفاق کند و پرهیزگاری پیش گیرد و جزای نیک الهی را تصدیق کند، ما او را در مسیر آسانی قرار می دهیم. و اما من بخیل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. اما کسی که با خل ورزد و از این راه بی نیازی طلبد و پاداش نیک الهی را انکار کند، به زودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم. و ما یغنی عنه ماله اذا تردد. و در آن هنگام که در جهنم سقوط می کند، اموالش به حال او سودی نخواهد داشت. این علی من الهدى و این لنا للآخرت والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. با یقین هدایت کردن خلق بر ماست و آخرت و دنیا از آن ماست و من شما را از آتش شعلور جهنم بیم می دهم. لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب و تولى. کسی جز بدبخترین مردم وارد آن نمی شود، همان کسی که آیات الله را تکذیب کرد و به آن پشت نمود. و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی. و به زودی با تقواترین مردم از آن دور داشته می شود، همان کسی که مال خود را در رای الله می بخشد تا پاک شود. و مال احد عنده من نعمت تجزا. و هیچ کس را نزد او حق نعمت نیست تا بخواهد به این وسیله او را جزا دهد. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. بلکه تنها هدفش جلب رضای پروردگار بزرگ اوست. و لسوف یرضا. و به زودی راضی و خوشنود می شود. صدق الله العظیم. راست گفت الله بزرگ. فی کتاب الله قلبی صار حی و بحیاتی صار لی ظل وفای و یوم عاد. خوش آمدین با ادامه برنامه. در این بخش که بخش تشریح تطبیقی است، صفات غیر متضاد ما شما خوانده بودیم، کوشش میکنیم در این سوره حروفی که چون صفات غیر متضاد شامل همه حروف نیست، کوشش میکنیم پیدا کنیم، اگر حروف صفات غیر متضاد رو پیدا کنیم با شما تشریح کنیم. ببینیم در سوره مبارکه لیل، بسم الله الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، در واللیل، در اینجا واللیل
یا ساکن است مقابل مفتوح لین میشه. لین یکی از صفات غیر متضاد بود براتون گفتیم، هر گاه واو و یا ساکن باشه مقابل مفتوح لین میشه. و اللیل اذا یغشا در شین تفشی میشه، تفشی گفته بودیم در حرف شین میشه که انتشار هوا در دهن. و النهار اذا تجلا، و النهار را اینا ببینین را از صفت تکریر داره، گفته بودیم که در وقت ادا یک ارتعاد رأس لسان است، این لرزش سر زبان است. اذا تجلا لام که صفت انحراف است، و همچنان را هم گفته میتونیم صفت انحراف، لام را صفت انحراف داره. و ما خلق الذکر والانثى، خب صفات غیر متضاد گفته بودیم که صفیر، قلقله، صفیر که انو ظروفش نامده تشریح میکنیم، قلقله لین تشریح شد، لین تفشی هم تشریح شد، انحراف هم تشریح شد، تکریر هم تشریح شد، فقط قلقله استطالت و صفیر براتون تشریح میکنیم. و ما خلق الذکر والانثى این سعیکم، در سعیکم این سین از ظروف صفیر است، صاد سین ز یا ز که ای سی هر حروف صفیر است، اما تیزی صوت البته که باز گفتیم هر حرف مشابه یک آواز یک پرنده گفته بودیم، این سین آواز مشابه آواز گنجشک یا ملخ است. این سعیکم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى. قلقله را مثال میگیم، مثلا اگر شما در صدقه وقف کنین، فرضاً اگر شده اینجا وقف نمیشه خاطر قلقله را تطبیقی کار کرده باشیم، مثلا میخونیم وصدق وصدق، اینجا باز قلقله شد، اگر وقف کردیم میخو در بین آیت اصلا وقف نمیشه. و قلقله وقتی میشه که حرف ساکن باشه یا وقف بالای صورت بگیره، ساکن شه موقوف علیه واقع شه، که دو قسم گفته بودیم، صغرا و کبرا. و یک صفت دیگه استطالت که در این سوره فکر میکنم حرف داد پیدا کنیم، ببینیم در آخر الا ابتغاء وجه ربی الان ولا سوف یرضا، ببینیم در یرضا اینجا داد آمده، داد صفت استطالت داره که گفتیم از ابتدای مخرج تا آخر امتداد در آواز میباشه. این بود دوستان عزیز تشریح تطبیقی، امیدوار هستم استفاده کرده باشین. انشاءالله دروسی که در بخش نظری خوانده شده کوشش میکنیم در دروس بعدی هم تا حد توان به شما شرح کنیم. تا به حال ما شما مخارج حروف خواندیم، صفات حروف که هم صفات متضاد و هم غیر متضاد، درسی که در نظری میخونین کوشش کنین همه روزه، اینجا وقت کم است، به طور نمونه ما چند آیت تشریح میکنیم، شما کوشش کنین درسی نظری را با عملی یک جای کرده که شما یک مجوید بسیار خوب شاین، به خاطر که اگر کسی هر قدر نظری بخونه باز عملی نفهمه، باز امور ما گفتن نمیتونیم که تجوید یاد داره، مثل که امام ابن جزایر رحمه الله در کتابشان میگن که اگر کسی کتاب التیسیر فی القرات السبعه تو بخونه حفظ کنه، باز هم نمیتونه قرات یاد بگیره. قرات سبعه چرا؟ در اون رموز است که مو ادراک می رموز موقوف به سما زبان صاد است، از صاد بیاد میاموزه، قسم در قرآن رموز است، در تجوید هم باید انسان ریاضت بکشه، کوشش کنه که عملا ادا کنه. امیدوار هستم از این درس استفاده کرده باشین. تا درس بعدی که باز هم در خدمت قرار می گیریم، الله حافظ و ناصرتان و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فی کتاب الله قلبی صار حی، حياتي صار لي ظل وفاي ويوم عاد